حقایقی از کتاب افغانستان در قرن بیستم نوشته ای از ظاهر تنین. آخرین روزهای سال 1370 خورشیدی مطابق با 1990 میلادی، کابل پر از اضطراب، نگرانی و ترس بود. ترس از آینده نامعلوم و فاجعه بار. مجاهدین پس از 14 سال مقاومت در آستانه پیروزی نهایی قرار داشتند. سقوط شهر مزار شریف به دست نیروهای ائتلاف، فرماندهان دولت مثل عبدالرشید دوستم و گروه های مجاهدین از پایان بازی دکتر نجیب الله خبر می داد. پس از تصرف شهر مزار شریف، فرماندهان نیروهای مخالف دولت در شمال به تاریخ 9 آپریل 1992 میلادی شورای مشترک نظامی را برای اداره راه این مناطق به وجود آوردند. جنرال عبدالرشید دوستم می گوید همه فرماندهان او را بر ریاست این شورا انتخاب کردند. به قول جنرال دوستم، تمام قماندان های شمال را جمع کردیم، جلسه کردیم، ما گفتیم قماندانان، حالا مزار فتح شد، سمنگان فتح شد، فاریاب فتح شد، سرپل فتح شد، مزار شریف هم فتح شد. همگی از هر تنظیم بودند، حالا چی میکنید؟ پلان بعدی چیست؟ در مزار باقی میمانیم؟ یا بخیر برویم به کمک مردم کابل و دیگر با این بی‌نظمی وضع شهر مزار خراب بشود؟ در هر کوچه یک حزب یک قوت است. باید به خاطر سوق و اداره قوت ها کسی تعیین شود که این را اداره بکند. هر کسی را که شما تعیین میکنید. در آنجا بیشتر از 100 نفر قماندان بود و آنجا هم یکی از تعداد برادران و قماندان ها لیست گرفته شد. و در آنجا همگی رئیس شورای نظامی صفحات شمال و هم رئیس شورای نظامی ولایت بلخ تعیین کردند. همزمان با تصرف شهر مزار شریف، عبدالرشید دوستم، احمدشاه مسعود و عبدالعلی مزاری همراه با شماری از فرماندهان متحد در شهر جبل سراج گرد آمده اساس اتحاد را گذاشتند که بعداً به ائتلاف شمال شهرت یافت. در این دیدار به گفته جنرال عبدالرشید دوستم برنامه حمله به کابل مورد توافق قرار گرفت و ریاست ائتلاف و احمدشاه مسعود سپرده شد. به قول خودش آنجا که رفتیم سالنگ جنوبی سقوط کرده بود. شب ما در آنجا رسیدیم. شب رفتیم جبل سراج همراه مسعود. 3 تا 4 روز در آنجا نشسته جلسه کردیم. تمام قماندان های شمال بودند و او هم قماندان های خود را از هر استقامت خواسته بود. آنجا در آن نشست فیصله کردیم به کابل چطور برویم. طرح و پلان ما چه باشد؟ آنجا در آن نشست همگی ما بودیم. همین شورا، شورای عالی جهادی افغانستان نامگذاری شد و البته ما پیشنهاد کردیم. همگی نظرشان همین شد که احمدشاه مسعود به عنوان رئیس شورای جهادی افغانستان تعیین شود. مزاری صاحب به عنوان معاون در بخش اداری تعیین شود و در بخش نظامی هم من باشم. پس از این دیدار احمدشاه مسعود، عبدالعلی مزاری و جنرال دوستم در جبل سراج آنها بسیج نیروهای خود را برای تصرف کابل آغاز کردند. حدود 700 نفر از افراد جنرال دوستم اولین گروهی بود که وارد کابل شد. جنرال دوستم به زبان خودش می گوید 17,000 نفر را جمع کردیم. شب اول ما توانستیم 700 الا 800 نفر را در میدان هوایی کابل پیاده کنیم. پروگرام کار ما همین طور بود که خود ما برویم در تپه های خواجه‌رواش و همین شب قطعات کابل را ببینیم. در اسنایی که من در طیاره بالا شده بودم، از آمر صاحب مسعود به سیمش آمد که پرسنل بیاید خوب است، اما خودت جنرال دوستم به خاطر ترتیب و تنظیم کارهای شمال باشی و آنجا به اصطلاح دیگر رقم برداشت نشود. البته رهبران در همان وقت در اسلام آباد داشتند. مسعود آن طرف تماس داشت. عصر روز بود. بعد فیصله به همین شد که یک دفعه قطعات برود. من از رفتن صرف نظر کردم. در همین حال نیروهای شورای نظار تحت رهبری احمدشاه مسعود به سوی پایتخت حرکت کردند و در 15 آپریل با همکاری بخشی از نیروهای دولتی کنترل پایگاه هوایی بگرام را به دست گرفتند. اما داخل شهر نشدند. فرمانده احمدشاه مسعود می گوید نیروهای او به این دلیل نخواستند وارد شهر کابل شوند تا سقوط کابل نه از طریق جنگ
بلکه از طریق مفاهمه با شرکت همه رهبران و فرماندهان تنظیم ها صورت گیرد. به نقل قول قهرمانی ملی، قوت های جمعیت اسلامی شورای نظار از صفحات شمال شروع شده و تا قسمت چاریکار و بگرام رسید. زمانی که عملیات تا چاریکار و بگرام رسیده بود، با قوای نظامی خود داخل کابل می شدیم و قضیه را یک طرفه می ساختیم. اما ما این کار را نخواستیم بکنیم. به این دلیل نخواستیم که دیگر احزاب مختلف در افغانستان جهاد کرده، قماندان های مختلف وجود دارد و خواستیم که مسئله کابل از طریق جنگ فیصله نشود، از طریق مذاکره و با تفاهم با همه احزاب و قماندان ها حل شود. و به همین اساس بود که من قضیه را به رهبران و قماندان های جهادی محول کردم تا در قسمت تشکیل یک حکومت اسلامی بین خود به توافق برسند. روز 13 اپریل دکتر نجیب الله اعلام کرد که آماده است تا آخر ماه اپریل قدرت را به حکومت انتقالی بسپارد. اما از حکومت انتقالی که باید قدرت را به دست بگیرد خبری نبود. روز 16 اپریل نجیب الله خواست تا از کشور خارج شود. اما افراد مسلح مخالف او مانع خروجش شدند. در حالی که نیروهای دولتی کنترل شهر کابل را در اختیار داشتند، نجیب الله از فرودگاه برگشته و به دفتر سازمان ملل در کابل پناهنده شد و حدود 5 سال در آنجا ماند. احمد سرور سفیر سابق افغانستان در دهلی و از نزدیکان نجیب الله می گوید مخالفان نجیب الله در داخل حزب و دولت علیه او دست به کودتا زده بودند و او راه جز فرار نداشت. به نقل قول از او، مذاکراتی که بین یک جناح حزب و بخشی از نیروهای جهادی در سمت شمال صورت گرفته بود به توافقات رسیده بودند. اینها میخواستند که توسط کودتای نجیب الله را از بین ببرند و او را مجبور سازند به این شکل تا به عنوان سینوان در تماس شود. و به عنوان سینوان پیشنهاد میکند که باید از افغانستان خارج شود و زمانی که میخواست خارج شود اینها مانعش شدند و وای به ملل متحد پناه برد. وقتی که نماینده ملل متحد در داخل افغانستان بود میخواست که در بیرون رفتن دکتر نجیب الله از افغانستان مساعدت کند. پس معلوم است که یک فشار بیرونی بوده که ملل متحد موافقت کرده بود و تا ایشان باید از افغانستان خارج شوند. اگر چنین فشاری وجود نمی داشت، البته هیچ کسی نمی خواست دست به اقدامی بزند که بدون موجب بخواهد از افغانستان فرار بکند. گروه های مجاهدین در 8 ثور سال 1371 خورشیدی وارد کابل شدند. پس از آن به زودی درگیری های مسلحانه در میان گروه های مجاهدین در شهر کابل آغاز شد و این جنگ ها تا 5 سال در کابل و تا 10 سال دیگر در مناطق مختلف افغانستان ادامه یافت و ویرانی ها، خونریزی ها و آوارگی های این جنگ برای مردم افغانستان در پی آورد. شماری از مردم به یاد سخنان دکتر نجیب الله افتادند که گفته بود اگر قدرت به یک اداره مورد توافق همه افغان ها منتقل نشود در کشور حمام خون جاری می شود. در سپتامبر 1996 میلادی زمانی که طالبان در حال ورود به کابل بودند، احمد شاه مسعود به نجیب الله فرصت داد تا از پایتخت فرار کند. دکتر نجیب خودداری کرد. دلیل اینکه چرا خودداری کرد مشخص نیست. احمد شاه مسعود ادعا کرد که نجیب میترسید اگر او با تاجیک ها پناه ببرد برای همیشه به نزد پشتون ها نفرین می شود. افراد دیگر مانند جنرال اسحاق توخی که با نجیب تا روز قبل از شکنجه و قتلش همراه بود اظهار کردند که اعتماد نجیب نسبت به مسعود کاهش یافته بود، زیرا شبه نظامیان به طور متداوم به سازمان ملل متحد موشک شلیک می‌کردند و مسعود به طور مؤثر مانع ترک اولیه نجیب از کابل شده بود. اسحاق توخی بیان کرد اگر مسعود می‌خواست که نجیب به صورت امن از کابل خارج شود، می‌توانست مانند انتقال سایر مقامات عالی رتبه حزب کمونیست در بین سال‌های 1992 میلادی تا 1996 میلادی این فرصت را برایش فراهم سازد. در شامگاه 26 سپتامبر 1996 میلادی نجیب در ساختمان سازمان ملل متحد بود که نیروهای طالبان به سراغ او رفتند. طالبان او و برادرش شاهپور احمدزی را از سازمان ملل بیرون کردند و به مرگ شکنجه کردند.
صبح روز بعد طالبان برای اینکه به مردم نشان دهند یک دوره جدیدی آغاز شده است، اجساد نجیب و شاهپور را روبروی کاخ ریاست جمهوری ارگ بر روی تیرهای چراغ ترافیک آویزان کردند. اجساد بعداً به کمیته بین المللی صلیب سرخ تحویل داده شد و پس از آن به گردیز به ولایت پکتیا انتقال یافت، جایی که اقوام احمدزی پس از ادای نماز و اجرای مراسم تشییع جنازه اسلامی آنها را به خاک سپردند. این بود صفحه‌ای از تاریخ کشور، هر سطر پر از ناله و هر بند پر از درد.